خب سلام به همگی، بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه مبحث لمتا سوالای شاگرد عزیز کار میکنیم. سوالا رو دقت داشته باشید. لمتا ایکس تقره به یک است، یعنی قیمت تقره به پرت کوشش کنید که می ترسی که داری از محاسبه لمت دور شود. قیمت تقره به مندست تابی ثابت است؟ نه، قیمت تقره به پرت بیبی چی میشه؟ 3 ضرب 1 جمع 3 میشم، تقسیم 2 ضرب 1 جمع 4 میشم، 3 جمع 3 میشم، 2 جمع 4 میشه، 3 جمع 3 6 میشه، 2 جمع 4 6 میشه، جوابش چی شد؟ 1. همون نتیجه لیمیت 3 حالت میشه نه؟ حالا عدد مشخص شد، خیلی لیمیت داره و لیمیتش عبارت است 1 است. حالا نوشتم میکنیم 5 به توان 2 بر قیمت تقرب پرتو لایتنه رو بگین چه وزه کو؟ نوشتم میکنیم 5 به توان 2 بر لایتنه 0 میشه، عدد به توان 0 چند شد؟ 1 شد. خیلی دارای لیمیت است شاگرد عزیز، لیمیت راست و لیمیت چپش 1 است. ضرورت به محاسبه لیمیت راست و چپ نیست. اینجا قیمت هم دادن 3 بر لایتنی منفی 8 کل مربع، درست است؟ انشالله عدد بر لایتنی 0 منفی 8 کل مربع، 0 منفی 8 منفی 8 کل مربع، منفی کل به توان جفت مثبت 8 مربع ما 64 میشه. دقت کنید، باز هم یک عدد مشخص شد، پس تابع دارای لیمیت است. 6 بر تقرب پرت 2 منفی 2، 6 بر 2 منفی 2، 6 بر 0. لایتنایی یادتان است و تبصره که کردم اگر لایتنایی حاصل شد تو لمت ندارد، لمت ندارد، درست است؟ انشالله سوال چهارم رو عمل کردیم. حالا قیمت هم اندازیم 3 بر 0 جمع 1 کل بتوان 3، عدد بر 0 لایتنایی، لایتنایی جمع 1 کل مکعب، لایتنایی جمع 1 لایتنایی مکعب، لایتنایی مکعب، لایتنایی. باز هم که لایتنایی شد جوابش هم میگیم لمت ندارد. شاگرد عزیز ایران براتون حل کردم. سوال بعدی لیمیت ای بر بی تقرب به یک است. مخرجک از این چند است؟ یک است. طرفین و وسطین ای بی. ای بر بی تقرب به یک به معنای ای تقرب به بی میشه. ای ضرب یک بی ضرب یک. ای مثبت سه بی میشه. درست است؟ تقسیم دو ای مثبت بی میشه. پس ای وز ای بی نشته کو. بی مثبت سه بی تقسیم ای وز دو ای دو بی مثبت بی نشته کو. صورت نشته کو 4 بی، مخرج نشته کو 3 بی. بی با بی خلاص. خیلی جواب سوال ما 4 بر 3 شد، 4 بر 3 شد. سوال ششم ما براتون حل کردم. 10 به توان لوگ 5، سوال فرم است. جمع 1 بر 10 به توان لوگ 5، درست است؟ انشالله شما شاگردای خیلی هوشیار لایق هستی. قاعده نشتن است 10، قاعده نشتن است 10، خیلی جواب 5 شد. اینجا هم 1 بر 5 شد، لوگش از بین رفت. غیر واجبش کنیم 26 بر 5. سوال هفتم عمل کردیم 26 بر 5. دیگه سوال بعدی است 1 بر لن x، عوض x نوشته که 1 بر لن ای کل به توان لن ای. های میشه 1 بر لن ای 1 بر 1 کل به توان لن ای هم 1، 1 بر 1 1، 1 به توان 1، جوابش 1 شد. در 8 سوالی که کار کردیم دیده که یا لیمیت نداشت یا یک عدد مشخص لیمیتش بود. هنوز به اشکال مبهم تماس نگرفتیم. 8 سوال شما بگیری و سوال نوم کار میکنی. شما دقت داشته باشید شاگرد عزیز، سوال بعدی است لیمیت x تقرب به 1 است، درست است؟ لیمیت x تقرب به 1 است. ببینیم که چطور حل میکنیم. 1 اینجا هم وضع میکنم، اینجا هم وضع میکنم به عوض متحول. خیلی نشته میکنیم لن مربع 1 جمع 1 2، 1 جمع 1 2 مربع، تا مخرج نشته میکنیم لن مکعب 2، لن مکعب 2، لن مربع 2 مربع تو معنا داره که لن 2 مربع کل مربع. امید ان شاء الله لن مکعب 2 3 به 3 ضریب نمیام میمونیمش، لن مکعب 2 دوباره خودش فهمیده شد ان شاء الله. اینال 2 به 3 ضریب که بیاری 2 لن 2 کل مربع میشه، 2 لن 2 کل مربع میشه، تقسیم لن مکعب 2 میشه، لن مکعب 2 میشه شاگرد عزیز، 2 لن 2 کل مربع تقسیم لن مکعب 2، 2 لن 2 2 را مربع کنی 4 لن مربع 2 تقسیم لن مکعب 2. امید داشت انشالله. پس این حالا ببینیم لن مربع 2 با لن مربع 2 خلاص، جواب سوال ما 4 بر لن 2. یک چیزی که بسیار ارزش داره معادل سازی است. متاسفانه می فرض که این جواب در جوابات نیست، این جواب نیست. بیبی که من چطور این معادل می سازم، این را یک نشته می کنم 4 بر لن 2، یک شکل معادلش را جور میکنم، 4 خودش بر لن 2 را نشته میکنم لوگ 2 و قاعده ای. خیلی 4 خودش برعکسش میکنم، 4 لوگ ای و قاعده 2. خیلی جواب آخرش لوگاریتم ای به توان 4 و قاعده 2.
این یک شکل مدل. اگر او جواب در فرم نبود، ای جواب هم صحیح است، ای جواب هم درست است. ای شکل اول، شکل اول امید است انشاءالله. دیگر نشته میکنم چهار بر چند لاین دو، شکل دو میشه بیبی. این تو نشته میکنم که یک بر چهار لاین دو اعتراض انشاءالله نیست. شما اگر چی کردی چهار از صورت آورده در مخرج برعکسش کنی، باید پس ضرب کنی خودش بده. یک بر اینی یک بر چهار در توان ازی برم، یک بر چهار که در توان ازی بره لن جذر چهارم دو میشه، لن جذر چهارم دو میشه. بنان اگه او جواب نبود، ای جواب بود یا ای جواب هم درست است. فهمیدشت انشالله. سوال نوم شما بگیری، سوال دوم حل می. خب شاگردای نهایت عزیز، ببینه اینی سوال های تخنیکی کنکور است، متوجه باشه. سوالات تخنیکی فرمای کنکور به شما میه. اینی سوال فرد کده کنکور آمده، چطور حل میکنی؟ خب فکرت بگیری که باز نگوی نفهمیدم. 31 بر 222 کل به توان لیمت x تقرب به 2 مثبت 3 تقسیم x منفی 2 درست شده انشالله. های من روشتم میکنیم 31 بر 222 کل به توان. خب متوجه باشه اینجا شما ببینه 3 بر 2 مثبت چی مانا؟ بزرگ از 2. بزرگ از 2 عدد اینجا وضع کنی، نتیجهش چی میشه؟ میشه که 3 فرض کنیم، 3 3 که 2 برای 1، 4 که 2 برای 2، 5 که 2 برای 3، 6 که 2 برای 4، 7 که 2 برای 5، یعنی 2.1 2 برای 0.1، 2.6 تا 0 1 2 برای 0.0000001. خلاصه گپ عدد مثبت میشه. عدد مثبت در ریاضی صفر مثبت میگن. فکرت بگیری آفرین شاباس. اینو نشون میکنیم 31 بر 222. اینا رو ببینید، علامه از این مثبت است، یعنی مثبت تقسیم مثبت کو، مثبت تقسیم مثبت نتیجهش مثبت میشه، عدد بر صفر چی میشه؟ لایتنه. اینا رو داخل ببین کی چی گونه کسر است، چی گونه کسر است؟ کسر واقعی است، کسر واقعی است. به توان لایتنه جواب سوال ما صفر شد. شاگرد عزیز سوال دوم بگیری، سوال 11 ما در موردش بحث میکنیم، سوالای تکنیکی کنکور است. شاگردای نهایت عزیز ببینید سوالی که دیگه شه. خب سوالک های ساده است. من روشتا میکنم 31 بر 222 کل به توانه لیمت x تقرب به 2 منفی 3 بر x منفی 2 متوجه است انشالله. این روشتا میکنم 31 تقسیم 222 خودش کل به توانه. این حال بچه ببینید 2 منفی 2 منفی کوچک از دو، کوچک از دو را که عوض اکس پرته. مثلا یک، یک دو برم منفی یک، صفر که دو برم منفی دو، منفی دو که منفی دو شد منفی چار. خلاصه گپ حاصلش میشه که اعداد منفی، اینمی کوچک از دو را که جا پرتی اعداد منفی میشه. همی اعداد منفی را در صفر در لیمت به صفر منفی میگن، صفر منفی میگن. نتیجه صورت مثبت است، مثبت تقسیم منفی کو، نتیجهش میشه 31 بر 222 کل به توان منفی لایتنه ای. اینال توانمون میشکست منفی لایتنه ایست. 222 را بگی تقسیم 31 کل به توان. قاعده را که برعکس کنی منفی لایتنه ایت میشه چی؟ مثبت لایتنه ای. کسر واقعی به توان لایتنه ای. جواب سوالمون میشه لایتنه ای. سوال 11 همون براتون حل کردم. تخنیکش خب انشالله متوجه شده که بسیار آسان بود، مشکل نیست. لطفاً ثقیل نسازیدش. شاگرد عزیز سوال 12 هم دقت کنید، نشته میکنیم که 51 بر 55 شاگرد عزیز کل به توان. این حالا ببینید لیمت x تقرب به 3 مثبت است، متوجه باشه منفی 6 بر x منفی 3 است. های نشته میکنیم 51 تقسیم 55 کل به توان منفی 6 خودش. اینجا سعی کنه 3 مثبت، 3 مثبت بزرگتر از 3، 4 که 3 برای 1، 5 که 3 برای 2، 3.100 تا 0 1 با 3 برای 0.100 تا 0 1 نتیجهش یک عدد مثبت میشه. عدد مثبت در ریاضی صفر مثبت میگن شاگردای عزیز. 51 تقسیم 55 کل به توان، کل به توان منفی تقسیم مثبت منفی میشه، عدد بر صفر لایتنه میشه، توانش منفی لایتنه. قاعده را برعکس کو، 51 بر 55، 55 بر 51 منفی لایتنه میشه چی؟ مثبت لایتنه. کسر غیر واقعی به تمام لایتنه جوابش لایتنه میشه. امید داشت انشالله
سوال دوازده همون براتون الکدوم الکدوم. سوال سیزده همه دلکچره بعدی براتون کار میکنم. تشکر.